سرخط خبرها نقشه خطرناک نتنیاهو برای اشغال شمال نوار غزه موج گسترده حملات الله به مواضع نظامیان رژیم اسرائیل و انتخابات آمریکا خطر بزرگ برای جنگ غزه به نام خدا سلام به این بسته خبری از خوش آمدید روزنامه صهیونیستی ها آرتس گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه وی خود را برای مرحلیاتی جنگ در نوار غزه یعنی شهرکسازی و اشغال شمال این باره که آماده می کنند. در این گزارش آمده است که رژیم سهیونیستی وارد مرحله دوم جنگ در نوار غزه می شود و تلاش دارد کنترل شمال این بارکه که تا محور نت سرم را به دست بگیرند. این محور که به دست ارتش رژیم صهیونیستی ایجاد شده شمال نوار غزه را از جنوب آن جدا می کند آرت اضافه کرد که این عملیات به صورت تدریجی با شهرکسازی های رژیم صهیونیستی در شمال نوار غزه و الحاق آن به اراضی اشغالی انجام می شود و بر اساس میزان حساسیت های بین المللی نسبت به آن جلو خواهد رفت. در صورت اجرای این پروژه ساکنان مناطق شمالی نوار غزه از این بخش بیرون رانده می شوند. نویسنده این گزارش تاکید کرد که نتانیاهو به دنبال گسترش اراضی اشغالی است و این حرکت را یک پیروزی مطلق برای خود میداند وی اضافه کرد این مرحله جدید از جنگ در نوار غزه در تاریخ 28 اوت گذشته و حین انتخاب آلاد گورین به عنوان رئیس به اصطلاح کمیته کمک های انسانی در نوار غزه آغاز شده است این عنوان طولانی که گرین با خود دارد معادل رئیس دولت مدنی در کرانه باختری است و باید به او به عنوان حاکم نوار غزه نگاه کرد. حملات جدید حزب الله به موازه نظامیان رژیم صهیونیستی مقاومت اسلامی لبنان امروز نیز چندین تجمع نظامیان صهیونیست را در شمار فلسطین اشغالی هدف قرار داد به نقل از نشریه حزب لبنان در بیانیه های جداگانه از هدف قرار گرفتن مواضع نظامیان صهیونیست خبر داد حزب از هدف قرار گرفتن مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در حومه مرکز راهب با موشک خبر داد مقاومت اسلامی لبنان همچنین روس یالغرن در مزارع اشغالی شبعا را هدف حملات موشکی قرار داد حزب همچنین اعلام کرد که رزمندگانش با دیگان در مزارع اشغالی شب آرا در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن با مشک هدف قرار دادند همچنین مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه دیگری اعلام کرد که در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن در ساعت 12 و دقیقه ظهر چهار شنبه به وقت محلی 11 سپتامبر 2024 مرکز تجمع نظامیان دشمن را در المدله با سلاح مناسب هدف قرار داده است نامزدهای حزب دموکرات و جمهوری آمریکا به میزبانی شبکه ای بی سی نیوز در مناظره دو طرفه حضور یافتند تا هر میتوانند می توانند یکدیگر را به چالش بکشند به گزارش تسنیم دونالد ترامپ 78 ساله نامزد حزب جمهوری و کاملا هریس 59 ساله نامزد حزب دموکرات امروز چهارشنبه نه شب سهشنبه به وقت فیلادلفیا برای اولین بار مقابل هم قرار گرفتند تا رای دهندگان آمریکایی را برای انتخاب یکی از این دو در انتخابات پنجم نوام قانع سازند مناظره به میزبانی شبکه ای بی سی نیوز انجام می شود و هرچند ترامپ یک بار مقابل جو بایدن قرار گرفته و با پیروزی قاطع از آن خارج شده است اما این مناظره برای کامالا هاریس تازگی دارد ترام در مناظره پیشین در ماه جوان شکست سنگینی را بر با جو بایدن تحمیل کرد که در نهایت منجر به کنارگیری وی از رقابت ها شد از این رو به گفته منابع آمریکایی هریس در این مناظره تلاش می کند نشان دهد که به مراتب بهتر از بایدن عمل خواهد کرد پیش از آغاز مناظره مجری برنامه در توضیحاتی گفت که ترامپ و هریس در فاصله یک ممیز متری از یکدیگر خواهند ایستاد تماشاگری وجود ندارد و همچنین هیچ کدام از مشاوران یا اعضای تیم دو طرف نیز در سالن حضور نخواهند داشت مجری همچنین گفت که طبق قرعه کشی دونالد ترامپ فردی است که مناظره را با سخنان خود به پایان میبرد کامالا هریس در سمت راست و ترامپ در سمت چپ خواهد ایستاد ترامپ گفت که مهاجران مشاغل را از آمریکایی ها دزدیدند و باید هرچه چه سریعتر اخراج شوند. او در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با انتخابات 2020 مدعی شد که من هیچ ارتباطی با حوادث ژانویه 2021 مقابل ساختمان کنگره نداشتم در این میان هریس نیز گفت که ترامپ خودش گفته است اگر در انتخابات شکست بخورد خونریزی خواهد شد ما نباید به عقب برگردیم در ادامه دونالد ترامپ تاکید کرد که کشور و ملت ما رو به انحطاط است کشور و ملتی که در حال مردن هستند در بخش دیگر مناظره طرفین در خصوص سیاست سخت جنین موازه یک یکدیگر را به شدت مورد انتقاد قرار دادند که در این بخش کامالا هاریس به وضوع دست برتر را نشان داد و یک بار نیز مجری مجبور شد ادعای غلط ترامپ را تصدیق کند هاریس گفت که به حمایت از اسرائیل ادامه میدهم اما در بخش دیگر در ارتباط با سیاست خارجی در ابتدا کامالا هاریس بر تعهد خود به رژیم صهیونیستی تاکید کرد و گفت ما به حمایت از حق اسرائیل برای دفاع از خود ادامه خواهیم داد اما جنگ باید فوراً پایان یابد و ما برای دستیابی به آن به کار خود ادامه خواهیم داد او اضافه کرد من به حمایت از اسرائیل ادامه می دهم و آن را قادر می سازم از خود در برابر ایران و عواملش دفاع کند. تحریم های جدید انگلیس علیه ناوگان سایه روسیه وزارت امور خارجه انگلیس روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای که یک نسخه آن در تارنمای دولت این کشور منتشر شد نوشت که بریتانیا امروز 11 سپتامبر ده فروند کشتی را که به عنوان بخشی از ناوگان سایه ولادیمیر پوتین فعالیت می‌کنند برای سرکوب منابع درآمدی ماشین جنگی روسیه تحریم کرده است این بیانیه میافزاید اقدام امروز به طور مستقیم کشتی های ناوگان سایه پوتین را که از آن به عنوان تلاشی نو امید کننده برای تضعیف تحریم های بریتانیا و گروه هفت و ادامه تجارت که بدون محدودیت نفت استفاده می کنند هدف قرار می دهد. وزارت امور خارجه انگلیس با بیان این ادعا که صادرات نفت حیاتی ترین منبع درآمد پوتین برای تامین مالی جنگ غیرقانونی او در اوکراین است و تقریبا یک چهارم بودجه روسیه در سال 2020 23 را تشکیل میدهد مدعی شد ما در حال انجام اقدامات قاطع برای محدود کردن این منبع درآمد هستیم من. دیوید لمی وزیر امور خارجه انگلیس در این باره ادعا کرد که ماشین جنگی پوتین توسط یک سیستم اقتصادی سیاه و غیرقانونی تامین می شود که دولت انگلیس به بی ثبات کردن آن متعهد است و ادامه داد تحریم های امروز توانایی روسیه برای تجارت نفت از طریق ناوگان سایه را بیشتر تضعیف می کند ما در کنار شرکای خود به روسیه این پیام را ارسال می کنیم که جامعه بین المللی در کنار اوکراین است و این ناوگان غیرقانونی را تحمل نخواهیم کرد ممنونیم از این که این یعنی بسته خبری با ما همراه بودید.